عرض سلام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز. خوشحال هستیم که امروز در ویژه برنامه ایدی در خدمت تمامی شما بینندگان عزیز قرار گرفتیم. ما امروز خواستیم یک برنامه را تحت نام ایدگشتک تقدیمتان بکنیم و همچنان دسترخان از حکومتدارا را و کسانی که در رأس هستند بالاخره تقدیم شما بکنیم و شما هم ببینین که بالاخره دسترخان کسانی که در بخش‌های حکومتی کار میکنن چگونه هست. امروز ما آمدیم به اقامتگاه حکمت الله تور مشاور فعلی ریاست جمهوری ببینیم که آقای مشاور چی گفتنی ها دارن و بالاخره چی صحبت هایی خواهید داشت و چی پیام به شما بینندگان عزیز خواهید داشت. با ما باشین. امروز به خانه یکی از چهره های شناخته شده و یکی از چهره هایی که در زون شمال و مخصوصا در ولایت سمنگان واقعا یکی از چهره های مردم داره ولایت سمنگان که خواستیم برنامه آغازمون را از اقامتگاه ایشان داشته باشیم که حالا هم در کنار ما هستند و ما میخواییم بیشتر با ایشان صحبت بکنیم و امروز خواستیم دور از کارهای سیاسی و دور از کارهای حکومتداری امروز خواستیم یک بار یک برنامه با مشاور صاحب داشته باشیم در پیوند به همی اید که ببینیم مشاور صاحب اید را چگونه آغاز کردند و بالاخره همین که یک فرصت به عنوان اید امروز دارن با مردمشان دید و بازدید میکنن چیگونه هست، آیا کارهای سیاسیشان نسبت به دید و بازدید مردم چقدر تفاوت داره. در کل میخوایم باشان صحبت داشته باشیم و شما بینندگان عزیز نیز با ما باشین و مشاور صاحب هم در کنار ما هستن. مشاور صاحب بزرگوار، اید شما مبارک باشه و تشکر از این که بر ما فرصت دادین. سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اول که خوش آمدین، عید شما مبارک باشه. از طریق شما و تمام مردم سمنگان و هر مردمی که از خارج از سمنگان یا افغانستان هر جایی که ما را میبینند ما احترامات تقدیم میکنیم، میده برشان تبریک میگیم و خداوند طاعت عبادت همه مسلمان را قبول کرده باشه و یک عید خوب و خوش داشته باشند. و شما هم خوش آمدین. سلک و یک آرزوی دیرینه مردم افغانستان است. حداقل در 30 روز عید حداقل مردم خود مسئول احساس میکنن و عید در عیدی که دو عیدی که از لحاظ شرعی یا خداوند به مردم نصیب کرده، روز آزادی است، روزی هم دیگر پذیری است، روزی هسته که همگی باید از دوست، رفیق، قوم، خیش خبر بگیرن، احوال پرسی بکنن و یک سنت دیرینه مردم افغانستان است، مردم مسلمان است و ما در ضمن که خوش هستیم از این آتش بست 3 روزه و استقبال هم میکنیم، خداوند به طرف های درگیر توفیقی را عطا بکنه که همی صلح یا مثال آتش بسته دوامدار بکنن. ولی ما باز هم در 30 روزی یک حادثه‌ای که در قندهار شد، متاسفانه حادثه‌ای که در قندوز شد، باز هم مردم افغانستان متضرر شد، یک تعداد خانواده در غم شد، باید نمیشد دیگه. ما این یک فال نیک میگیریم، خداوند مردم افغانستان صلح نصیب بکنه. همه هم یک دستاورد است برای مردم افغانستان، حداقل نمی 30 روزی اید مردم خدا مسئول احساس میکنه، ما هم خدا مسئول احساس میکنیم، مردم هم خدا مسئول احساس میکنه دیگه. خداوند متعال توفیق قضیه به طرف های درگیر بیده که همی صلح دوام بده. روز دوم عید هست و دید و بازدید ها هم بیشتر جریان داره و قسمی که ما میبینیم مردمان زیادی از نقاط مختلف میان با شما تبریکی میکنن، یعنی چقدر شما خود خوشحال احساس میکنین این که بالاخره دور از کارهای سیاسی تان میایین امروز در کنار مردمتان هستین؟ سلامت باشین. ما هر انسان و هر مردمی که در جامعه افغانستان زندگی میکنه این دیدگشتک اول پرسی که سنت های مردم افغانستان است. ما در روزهای این
اقشار مختلف مردم به اصطلاح از ولسوالی ها، از مرکز، از قریه ها، قشلاق ها میان، احوال پرسی میکنیم، از گذشته ها صحبت میکنیم، یک درد دل میکنیم. ما هم خوش هستیم، مردم هم میان خوش هستن، خانه مردم آباد که همیشه به روزای تشریف میارن، احوال پرسی میکنن. دیگر وقتا دیگر روزا که هر کس به روز و روزگار خود مصروف هستن، ما خوش هستیم. بسیار خوب. خب مشاور صاحب، پیامتان برای گروه طالبا این که اینا سه روز بالاخره در آستانه عید سعید فطر صلح کردن، پیامتان برایشان چی است؟ یعنی برایشان چی میگین شما به عنوان مشاور رئیس جمهور در افغانستان؟ سلامت باشین، بخیر باشین. یکی خو موقفای رسمی است، یکی موقفای شخصی است. ما از کسایی که بودیم در مقابل طالب جبهه داشتیم، امروی طالب جنگ کردیم و افغانستان در 43 سال هر روز برادرکشی بوده، به گونه ای هر روز تباهی بوده، هر روز خونریزی بوده، هر روز ثمره ای از این جنگ و جدال یا مشکلی که مردم افغانستان برای از اون مواجه است با ما وارث قبرستان هستیم، وارث بیوه هستیم، وارث سخیر هستیم. کدام چیز دیگه باقی در اینجا نمانده که دستاور داشته باشیم، دستاور مثبت. حداقل 20 سال است حکومت است، تمام مردم افغانستان قانون اساسی را تصویب کردن، زیر چتر قانون اساسی زندگی میکنن و جنگی که فعلا روان است از طالبا خواهش می است که از این بردگی دست بکشن، در پولی مردم افغانستان باشن. این وطن از همه است، هم از طالب است، هم از ملت است. و اگر فرصتی که پیش آمده و طرف های درگیر در افغانستان، یک فرصت طلایی است، فرصتی است که ما یک جنگ طولانی را، یک مصیبت طولانی را خاتمه باید بدیم. طالبا بناجویی نکنن و بیان دست به دست هم بدیم، افغانستان خوشنام بسازیم، آباد بسازیم، سربلند بسازیم. اگر طالبا به گونه از این سر باز بزنه، در صلح حاضر نشوه و این هم متوجه باشه، آسان نیست که صاحب افغانستان شوه. فعلا ما در این مجلس ها، قوام ها، بزرگ ها همین دو روز هست میان، از او پیش هم مجالس هایی داشتیم، همه اگه نگران از وضعیت هست. ولی پیام ما برای مردم ای است، به صفت یک افغان، به صفت یک شهروند، به صفت یک کسی که ما در این انقلاب شاید در شمال کلانترین تلفات فامیلی ما داده باشه، در وقت روس و در وقت مجاهد طالبا و یا در دههایی که مشکلات داشته، این مردم حالا هم زنده هستن. اگر طالب صلح نکنه، فعلا طالب که دولت جنگ داره، که ملت نه، باز قرار شوه که مردم عزت شه، حیثیت شه، ناموس شه، جغرافی های شه در خطر ببینه، باز مردم حالی هم در پالی نظام استاد هستن، حالی هم از قانون، از نظام، از جمهوریت، از حکومت حمایه کرده، حمایه میکنه، از آزادی بیان، از داشته هایی که در دو دهه به دست آمده مردم ما حمایه میکنه. و باز اگر متوجه شوند که همه از این چیزها در خطر است، باز اونمو چارق، اونمو داس، جنگ جنگ ننگی میشه، مردم بسیج میشه، در مقابل طالب استاد میشه. حال شما میفهمید که منطقه ما دولت سمنگان مثلا یک منطقه را مقصود میگه پیش طالب هاست، یک منطقه را زیرکی میگه، دهی کنی میگه، پنج قریه میگه، توبکنور خوجا قلاب میگه، یا یک منطقه را تی خونک میگه، پیش طالب هاست. طالب هایی را بفهمه که اگر در یک منطقه ای که 3000 خانه زندگی میکنه، در اونجا 30 یا 40 طالب داره، باز جنگ قومی شوه، علمای ما فتوا بتیه، مردم بسیج شوه، در مقابل طالب استاد شوه. این جغرافیا را طالب 5 روز صاحبش نیست، 5 روز به امید خدا. از او کده بهتری است که افغانستان خانه مشترک همه ایست، همه که در اینجا حق داره.
بیان زیر چتر اگر ملاحظه در قانون اساسی داره، اگر ملاحظه به ساختار حکومت داره، اگر ملاحظه به هر چیزی که داره، این رئیس جمهور یا کسایی که در مذاکره نماینده حکومت نماینده مردم افغانستان هستند یا بارها این را تاکید کردن بین ما شما سر میز مذاکره بشینیم، مشکلات افغانستان با گفتمان حل بکنیم، با گفتگو حل بکنیم. ولی یک فرصت پیش آمده، بازم پیام می است به طالبا افغانیت خود را ثابت بکنن. وارث دین مردم افغانستان است، وارث دین مسلمان است، دین از کس شخصی نیست، دین از این بالاتر ابزار قرار ندهیم. دیدگاهی من میست. بسیار تشکر. و جناب مشاور صاحب، شما یکی از چهره های شناخته شده و مردمدار زون شمال هستین و مردمان زیادی در کنار شما هستن، پیامتان برای مردم چی است؟ امروز عید هست و مردم هم شما را میبینن، خواستتان از مردمی که در کنار شما هست و اونهایی که در کنار شما نیسته هم برشون چی پیام دارین؟ پیام مایی است که شاید پیشترم بعضی مسائل ها را عرض کردم، افغانستان خانه مشترک همه ایست. همین حکومت تا مردم افغانستان ساخته، همین قانون اساسی را مردم افغانستان تصویب کرده، پس مالک از این مردم افغانستان است. پیام ما به مردم میسته که از همین دستاورد، از همین چیزی که خودشان ساخته، احترامانه از این حفاظت بکنن و اگر ما غفلت بکنیم زیر تاثیر بشویم. دشمن پروپاگاند زیاد داره، دستیسه زیاد است. پیام ما برای مردم است که از همین داشته های خود مراقبت بکنیم، میره حفظ بکنیم. و پیشتر هم عرض کردم، آلی هم عرض میکنم، اگر صلح و صلح واقعی مردم افغانستان انجام نشوه، مردم باید از داشته هایش حفاظت بکنه، در پالی نیروهای امنیتی استاد شوه. همین نیروهای امنیتی ثمره جهاد مقاومت مردم افغانستان است، وابسته با مردم افغانستان است، مالکیت از مردم افغانستان داره. استاد شوند، از حفاظت بکنن. و دشمن امروز همه مردم، زن، مرد، خرد، کلان، همه گه میگه صلح، صلح سر میز آمده. اگر این هم صلح طرف ها قبول نکنه، خصوصا طالب ها قبول نکنه، پس مردم افغانستان برش واجب است از داشته هایش حفظ بکنه، در مقابل دشمن بسیش ها استاد شوند. پیام من است. سر تشکر از اینکه بر ما فرصت دادن. سلامت باشین. شما خود قبل گفتین که ما به یدگشتگ آمدیم، قصر سیاسی ساختین، ولی جورنالست ها این مهارت داشتن. من میفهمیدیم که شما یک عدمان یک کار میکنین. جناب مشاور صاحب، انشالله ما چای هم آماده است، انشالله که اشتیا میکنیم و همچنان میوه هاست. قسمی که برای شما بیننده عزیز گفتیم، امروز میخواهیم دسترخان مشاور صاحب را به پرده بگیریم که خوشبختانه ما آمدیم و میوه های خشک گوناگون اینجا دیده میشه که انشالله ما بعد از ختم پروگرام ما انشالله از یا نوش جان میکنیم و با مشاور صاحب صحبت میکنیم. بسیار تشکر. سلامت باشین. کاش که پیشتر میومد اینجا، قوما از هر جای بود به حضور از یا از نو صحبت میکردین، ملاقات میکنم. خیر است، بازم تشکر، خوش آمدین، سلامت باشین، بازم روزای خوش داشته باشین، خوش کردین ما را. سلامت باشین. خب بیننده عزیز، قسمی که براتون گفتیم، امروز در کنار یکی از شخصیت های سیاسی و یکی از شخصیت های پرنفوس افغانستان قرار داشتیم که خوشبختانه با ایشان مصاحبه داشتیم و شما هم بیننده بودین. والا هم ما از این میوه ها انشالله نوش جان میکنیم و شما هم روزای عیدتان را به خوبی و خوشی بگذرانین. ادامه برنامه گشتگ را هم فراموش نکنین که به اقامتگاه دیگه شهروندان هم خواهید رفت و انشالله که دسترخان اونا را هم به پرده خواهید گرفتیم. با ما باشین و ادامه گزارش هم فراموش نکنین.